بسم الله الرحمن الرحیم، رب اشرح لی صدری و یسر لی امری و احلل عقدة من لسانی یفقهوا قولی. عرض سلام و ادب و احترام دارم خدمت شما بزرگواران. بنده محمد سعید بیلکار هستم با هشتمین جلسه از سلسله جلسات شرح ابن عقیل بر الفیه ابن مالک در خدمت شما بزرگواران هستیم. همونطور که مستحضرید و میدونید، ما در بحث جوازم فعل مضارع بودیم، جوازمی که یک فعل رو جزم میدادند خدمت دوستان ارائه شد، معنای اونها به طور مبسوط گفته شد. به سراغ جوازمی رفتیم که دو فعل مضارع را دستخوش تغییر میکردند و آن را مجزوم میکردند. این جوازم اصطلاحاً با عنوان ادوات شرط جازمه شناخته میشدند، چون وظیفهشان ایجاد شرط بود و همچنین فعل مضارع را نیز مجزوم می‌کردند. در حال توضیح در همین رابطه بودیم، این ادوات رو به شما معرفی کردیم، برای هر کدام مثالی ذکر کردیم و آخرین بیتی که خدمت دوستان خوندیم این بود: و ماضیین او مضارعین تلفیهما او متخالفین. گفتیم جمله شرط و جمله جواب شرط اگر هر دو دارای فعل باشن، از چهار حالت بیرون نیستن. یا هر دو فعلی که وجود داره ماضیه، که کتاب شما با و ماضیینه بهش اشاره کرده، یا هر دو فعلی که وجود داره مضارعه، که کتاب شما از عنوان او مضارعینه استفاده کرده، یا اولی ماضی دومی مضارعه و بالعکس اولی مضارع دومی ماضیه، که با عبارت او متخالفینه به این معنا که این دو با هم متفاوتند بهش اشاره میکنه. و خب در شرح توسط ابن عقیل این مسئله گشوده شده، برای هر کدوم مثالی ذکر شده و توضیحاتی ارائه شده. حالا بحث ما همچنان ناظر به همین مسئله است، یعنی ناظر به مسئله ماضی یا مضارع بودن شرط و جوابه. میگه ببین: و بعد مازن رفع و کل جزا حسن و رفع اوهو بعد مزارعن وحن. خب من ترجمه تحت اللفظی بخوام بگم، میگه پس از ماضی، یعنی اگر فعل اول ما یعنی فعل شرط ما ماضی باشه، رفع و کل جزا حسن. اجازه بدین یادداشت کنم، هم بیت رو یادداشت کنم هم توضیحاتش رو یادداشت کنم. بیت اینه: و بعد مازن رفع و کل جزا حسن. خب و رفع اوهو بعد مزارعن و هم. توضیح میگه ببین، اگر جایگاه فعل شرط یک فعل ماضی قرار گرفته بود و جایگاه فعل جواب شرط یک فعل مضارع قرار گرفته بود، این مضارع دو وجهیه در اعراب. وجه اول طبیعتاً جزم، یعنی مجزوم شدن، که خب طبیعتشه. وجه دوم رفعه، یعنی مرفوع شدن. میگه مثالی که براتون میزنیم و دقت کن. فرض کن گفته بشه ان درسته تنجح. خب الان درسته فعل ماضی است و تنجح یک فعل مضارع.
خصوصیت این فعل مضارع چی میشه؟ این فعل مضارع چه حالتهایی به خودش میپذیره؟ میگه تو هم میتونی بگی تنجح به شکل مجزوم، هم میتوانی بگویی تنجحو به شکل مرفوع. این مصرع که میگه و بعد مازن رفع و کل جزا حسن، به وجه دوم ما اشاره داره. میگه بعد از فعل ماضی این که بیایی فعل جزای شرط خودت رو مرفوع بیاری حسنه، یعنی نیکوه. حالا یه سوال اینجا پدید میاد، علت مرفوع شدن این فعل جواب چیه؟ آیا ان شرطیه ما دیگه خاصیت خودش مبنی بر این که باید دو چیز رو جزم بده از دست داده، که حالا میخونیم ان درست تنجهو، یا مسئله دیگه اینجا در میونه؟ میگیم آها، تو اون حالت مرفوع، یعنی این حالت، جواب شرط در واقع یک جمله اسمیه است. خوب دقت کن، یک جمله اسمیه است، متشکل از چی؟ متشکل از ضمیر پنهان به عنوان مبتدا و فعل موجود به عنوان جمله فعلیه و خبر، جمله خبری. وقتی میگم فعل موجود یعنی همراه با فاعلش. گویی عبارت چی بوده دوستان؟ گویی عبارت این بوده، ان درسته مثلا فانت تنجحو، و جمله جواب شرط ما کل اینه. برای همینم هستش دیگه جزم ان به فعل تنجحو نمیرسه. دیگه مشاهده میکنیم این ان تنجحو رو مجزوم نمیکنه، چون نحوی ها در فرض خودشون دارن یک جمله اسمیه که مبتدایش مقدر است را به عنوان جمله جواب شرط فرض میکنن. اون جمله جواب شرط محلن مجزومه. یعنی الان ما اینجا انت تنجحو رو محلن مجزوم میدونیم. خب این یک نکته. البته باید همینجا نکته ای رو اشاره کنم که کتاب شما اصلا به این مسئله نپرداخته. میگه ببین، ای اذا کان الشرط ماضیاً و الجزاء مضارعاً جاز جزم الجزاء و رفعه. میگه اگر شرط ماضی جواب مضارع باشه، جایز است مجزوم کردن فعل جزاء و همچنین مرفوع کردنش، و کلاهما حسنون، هر دوی اینها هم نیکوست، هر دوی اینها هم صحیحه. اینطور نیستش که به شما ایراد بگیرن بگن شما خلاف قاعده صحبت کردی، شما غلط صحبت کردی. خیر، چنین ایرادی رو به شما نمیگیرن. فتقولو، میگه پس میتونی بگی انجا زیدون یقوم امرون، اگر زید بیاد امر میایسته، به جزم فعل یقوم. فعل یقوم در اصل بوده یقومو، بعد مجزومش کردیم میمی ساکن شده، شده یقوم، التقاء ساکنین بین واو و میم به وجود اومده، واو افتاده شده یقوم. خب پس این شاهد مثال برای مجزوم شدن فعل مضارعه، انجا ازیدون یقوم امرون. و مثال دوم، انجا ازیدون یقوم و امرون، اگر زید بیاید امر می ایستد. اینجا همونطور که ملاحظه می فرمایید فعل یقوم مرفوع است، و چون که مرفوعه خب طبیعتاً اون حالت دومی است و همون حالت نحوی که بهتون توضیح دادیم برش بار میشه. و منها قوله، میگه خب یک مثال شعری هم براتون ذکر کنیم دیگه تا اینجا اومدیم. شعری رو از زهیر ابن ابی سلما برای ما ذکر میکنه که یک شاعر جاهلیه. میگه و ان اتاه خلیلون یوم مسئلتن یا مسغبتن، جفتش گویی اومده،
یقول لا غائب مالی ولا حرمو. زهر ابن ابی سلمى بسیار شاعر توانمندیه. این بیتش هم بسیار بیت قشنگیه، میگه و ان اتاه خلیلون یا اگر بیاید دوستی نزد او، یوم مسئلته، روز نیاز، در روزی که نیازمند شده یا مسغبه هم اومده در نقل، اون شخص بزرگوار یقولو میگوید لا غائب مالی، مال من پنهان نیست، من پول دارم بهت میدم، اینطور نیستش که بگم پولی ندارم، نه پول من هست، پول من پنهان نیست. ولا حرمون، و همچنین حرم هم نیست. راجب حرم که بر وزن کتفه توضیح داده، ای ممنوعون، لا غائب مالی ولا حرمون، یعنی امتناعی هم برای دادنش وجود نداره، مورد منعم نیست، گیرم نیست این پول که نتونم بهت بدم. یعنی اون شخص نمیگه من پول ندارم، اتفاقا میگه پول دارم، پولم هم قابل دادنه. شاید مثال رو چیه؟ روی این یقوله. همونطور که ملاحظه میکنید این شرطیه اینجا اومده دیگه دوستان، درسته؟ همه تایید میکنید. جمله شرطیه ما، ببخشید، جمله شرط ما اتاه و خلیلونه. این جمله شرطه که دارای فعل ماضی هم هست. بحث ما هم این بود، اگر فعل شرط ماضی بود ببینیم فعل مضارعه چی میشه. اینجا جواب شرط ما عبارت یقول لا غائب مالی ولا حرموه. این یقول که در اینجا قرار گرفته به عنوان جواب شرط فعل مضارعه، و چون پس از فعل ماضی ذکر شده دو وجهیه. اینجا زهیر بن ابی سلمى از وجه مرفوعیش استفاده کرده. آیا ایرادی داره؟ میگیم نه، هیچ ایرادی بر این مسئله بار نیست و مترتب نیست. این از این. پس مثالی هم که لازم بود رو برای ما ذکر کرد. بریم سراغ مصرع دوم این بیت. میگه و رفعه بعد مضارع وهن. اما اگر شما هم در جایگاه فعل شرطتون مضارع داشته باشین، هم در جایگاه جواب شرطتون، میگه مرفوع شدن این فعل مضارع درست نیست و مورد خدشه است. توضیح رو بخونی. میفرماید و این کان شرط و مضارعا و الجزاء مضارعا، اگه هر دو مضارع باشن، وجب الجزم فیهما، واجبه که هر دو مجزوم بشن، و رفع الجزاء ضعیفون، این که ما بیایم و این فعل رو مرفوع کنیم چنین چیزی ضعیفه. چی درسته؟ میگیم این جزم صحیح هست، باید مجزوم کنیم و مرفوع کردن خطاست. حالا یک مثال از این خطائه هم برای ما میزنه. میگه ببین این سخن اشتباهیه که از قول شخصی به نام عمرو بن خسارم، اگر اسمش رو درست بگم، نقل شده. چیه بیت؟ میگه یا اقرع ابن حابسن یا اقرعو، این پایین می نویسم، یا اقرع ابن حابسن یا اقرعو. خب تا اینجا این مثال که اصلا داره به اصطلاح رفیقش رو صدا می زنه یا اون شخص رو صدا می زنه. انکه ان یسرع اخوکه، انکه
ان یسرع اخوک یسرع. خب دوستان با ریشه سر آشنا هستن؟ این ریشه معنای گویی زمین خوردن داره، درست؟ میگه ای آقای اقرع ابن حابس، ای اقرع، قطعا تو اگر برادرت زمین بخوره، برادرت به زمین افکنده بشه، تو هم بر زمین افکنده میشی. ان یسرع اخوک، اگه برادرت بخوره زمین تو سرع، تو هم میخوری زمین، تو هم به زمین انداخته میشی. سرع به معنای شخصی را بر زمین افکندنه، لذا فعل متعدی سرعهو به کار میره. حالا سرع به چه معنا؟ سرع یعنی به زمین افتادن، بر زمین افکنده شدن. حالا این رفته توی بابه، ببخشید، این رفته توی مضارع و چی شده؟ مجهول شده، شده یسرع. شاهد مثال رو این تسرعه، شاهد مثال رو اینه، ببخشید یسرع نوشتم اشتباهی. انک ان یسرع اخوک تسرع. و میگه ببین الان ان حرف شرط ماست، ادات شرط ماست، یسرع فعل شرطه، مزارع هم هست، درست؟ همین میگم بعد. میگه ببین ما به تو چی گفتیم؟ گفتیم اگر فعل شرط مزارع بود، جواب او هم مزارع بود، اون مزارع بایستی مجزوم بشه، رفعش ضعیفه. اما این شخص مشاهده میکنید تسرع رو به شکل مجزوم آورده، ببخشید به شکل مرفوع آورده، گفته تسرع او، ذکر کرده مرفوع، ضمه بالاش هم مشاهده میکنی، چنین چیزی ضعیفه. و این بیت هم به عنوان یک شاهد مثال ضعیف برای ما معرفی شده. خب توضیح این بیت به پایان رسید. نه ابن مالک نه شارح اون ابن عقیل نکته دیگه ای رو برای ما اینجا باز نمی کنن. بریم به سراغ بیت بعدی ببینیم آیا بحث همونه یا بحث تغییر میکنه. یه مقدمه ای عرض کنم بعد بیت جدید رو آغاز کنیم. میگم ببینین آنچه که ما تا اینجا خدمت دوستان عرض کردیم مبتنی بر این قضیه بود که اون چیزی که داره جزای ما واقع میشه عیناً بتونه شرط هم واقع بشه. مثلا وقتی فعل ماضی رو به شما معرفی کردیم، اون ماضیه که معرفی کردیم هم شرط واقع میشد هم جزا واقع میشد. وقتی فعل مضارع رو هم تو اون حالت عادیش بهتون معرفی کردیم هم شرط واقع میشد هم جزا واقع میشد. اما آیا حکم جمله شرط با جمله جزای شرط اینن یکسانه؟ این دو هیچ تفاوتی با هم ندارن؟ آیا چنینه یا خیر؟ این رو بناست الان در این بیت یک بحث کوتاهی راجبش بکنیم و یک نتیجه پسینی ازش بگیریم، یک چیزی رو ازش بفهمیم که مهمه که بهش میرسیم در رابطه با فائض جزای. اگر اجازه بدین من ابتداعا تخته رو پاک کنم بعد به سراغ بحثمون خواهیم رفت.
بریم به سراغ توضیح آنچه بنا بود خدمت دوستان عرض کنیم. ببینین، ما بناست راجبه جمله شرط و جواب شرط با شما صحبت کنیم، درست؟ جمله شرط خاصیتی که داره اینه حتما باید جملهش فعلیه باشه. این نکته اول که بسیار مهمه، حتما باید فعلی که درش به کار میره متصرف باشه. متصرف یعنی چی؟ یعنی هم ماضی داشته باشه، هم مضارع داشته باشه، هم امر. فعل متصرف در مقابل فعل ناقص قرار میگیره. فعل ناقص چیه؟ عذر میخوام. فعل متصرف در مقابل فعل جامد قرار میگیره. من اشتباه لپی کردم. فعل جامد چیه؟ میگیم فعل جامد فعلیست که فقط یک ساختار دارد. مثلا فقط ماضی داره، مثل لیسه. فقط امر داره، مثل حب به معنای فعل قلبیش که حالا بعدن یا قبلن احتمالاً راجبش خوندی. پس شرط دوم جمله شرط ما چی شد؟ این که متصرف هم باشه. شرط سومش چیه؟ این که خبریه هم باشه. خبریه در مقابل چی قرار میگیره؟ در مقابل انشائیه قرار میگیره. خبریه اون چیزی بود که قابل صدق و کذبه، انشائیه قابل صدق و کذب نیست. خب وقتی میگیم چیزی قابل صدق و کذب نیست منظورمون چیه؟ منظورمون اینه که اصلا ما نمیتونیم نسبت راست بودن یا دروغ بودن رو به او بدیم. فرض کن یه نفر به تو میگه برو، تو میتونی به اون بگی تو داری دروغ میگی، برو دروغه؟ یا نه بهش بگی تو داری راست میگی، برو خیلی حرف راستیه. میگیم آقا این بی‌معناه، اصلا چنین چیزی معنا نداره. در مقابل جمله خبریه جمله‌ایه که شما میتونی نسبت راست بودن یا دروغ بودن به او بدی. چرا؟ بذار مثال برات بزنم. مثلا فردی میگه علی رفت. علی رفت ممکنه راست باشه، پس تو میتونی ممکنه نسبت راست بودن بهش بدی، یا دروغ باشه، پس تو میتونی نسبت دروغ بودن بهش بدی. خب میپذیرین، میگید همینطور. چرا این اتفاق میفته؟ میگیم جمله خبریه در حال حکایت واقعه، یعنی داره بیرون رو حکایت میکنه، اتفاقات بیرونی. حالا ممکنه اتفاقات بیرونی در زمان گذشته رو حکایت کنه، مثل علی رفت. ممکنه اتفاق کنونی رو حکایت کنه، من می نویسم. یا ممکنه یک اتفاقی رو که در آینده بناست بیفتد حکایت کنه، من خواهم نوشت. حالا چطور ما میتونیم به این نسبت صدق و کذب بدیم، بگیم این راسته این دروغه؟ میگم از اینجا شما میای میسنجی، میبینی گزاره‌ای که داری مثل علی رفت به نسبه به واقعیت بیرونی، این دو چه نسبتی با هم دارن؟ اگر علی رفت مطابق واقعیت بیرونی بود، یعنی در بیرون در واقعیت علی رفته بود، مطابق اگر بود میگی این جمله صادقه، نسبت راست بودن بهش میدی. اما اگر اینطور نبود، بیرون رو نگاه کردی، واقعیت رو نگاه کردی، به جای علی سعید رفته بود، یا نه علی مثلا برگشته بود، اگر این مطابقت وجود نداشت، یعنی چی؟ یعنی جمله شما با واقع یعنی با بیرون غیر مطابق بود.
میگه اونو کاذب میخونی. حالا جمله انشائیه و آن چیزی که ما اونجا بناس راجع به بحث انشائیه بحث کنیم، بناس در این بخش راجع بهش صحبت کنیم، از اونجایی که اسم انشائیه روشه یعنی ایجاد، ایجادیه یا ایجاد کننده اگه منشأ بگیریم، این جملات در واقع خودشون دارن چیزی رو ایجاد میکنن. به عنوان مثال یکی از انواع جملات انشائیه جملات طلبیه که حالا خوندیم دیگه، دوستان ممکنه کامل با اینها آشنا باشن، تو بحث فای سببیه خوندیم. مثل امر، شما وقتی میگی ادرس درس بخوان، حکایتی از واقعیت بیرونی نمیخوای انجام بدی، حالا چه در زمان گذشته باشه، چه حال باشه، چه آینده باشه، بلکه داری با واژه ادرس یک طلبی رو ایجاد میکنی، یک دستوری رو ایجاد میکنی، اونم دستور درس خواندنه. لذا اصلا به چنین جمله‌ای راست بودن یا دروغ بودن تعلق نمیگیره. من نمیتونم بگم درس بخوان راست است یا درس بخوان دروغ است، همچین چیزی نمیشه گفت. حالا بحث ما چیه؟ بحث ما اینه که در جایگاه جمله شرط فقط جمله خبریه قرار میگیره. این امکان وجود نداره که ما جمله انشائیه مثلا یک جمله طلبی نظیر امر رو بیاییم در این جایگاه بذاریم، بگیم چی؟ بگیم اگر برو یا اگر نرو، چنین چیزهای بیمعناست. تو خود فارسی هم بیمعناست، یعنی این اختصاصی به لغت عرب نداره، تو خود فارسی هم وقتی ما چنین چیزی رو میشتویم برامون بیمعنا جلوه میکنه، غلط جلوه میکنه. پس نمیتوانم بگویم اگر برو اگر نرو. این سه خاصیتی بود که برای جمله شرط معرفی کردیم. حالا یه سوال پیش میاد، اون سوال اینه آیا جمله جواب شرط من هم همین خصوصیات رو داره؟ آیا او هم باید فعلیه باشه؟ آیا او هم باید متصرف باشه؟ آیا او هم باید خبریه باشه؟ جواب میدیم خیر. جمله جواب شرط بدون قید و بند است، قید و بندی نداره، لذا میتواند اسمیه نیز باشد، میتواند دارای فعل جامد نیز باشد، یعنی مخالف متصرف، میتواند انشائیه نیز باشد. هیچ مشکلی برای ما این قضیه پدید نمیاره. خب حالا بحث چیه؟ بحثی که این بیت داره مطرح میکنه اینه که آقا جون این جمله خیلی مهمه، دقت داشته باشی. درست است که جمله جواب شرط، خوب دقت کن، این درسته که جمله جواب شرط قید و بندهای جمله شرط را ندارد، اما چی؟ اگر ما جمله جواب شرطی داشتیم که یه جمله جواب شرط داشتیم که امکان قرار گرفتن در جایگاه جمله شرط را نداشت، یه بار دیگه مرور میکنه، یا جون من پذیرفتم جواب شرط قید و بندی همانند خود جمله شرط نداره، اینو سلم ناپذیرفتیم، اما اگه یه جمله جواب شرطی داشتی که این سه تا شرط جمله شرط رو نداشت، این سه تا قاعده، این سه تا مسئله جمله شرط رو نداشت،
یعنی فعلیه نبود یا متصرف نبود یا خبری نبود یا شروطی که ممکنه بعداً بهتون بگیم، اینها رو نداشت و در جایگاه جواب شرط قرار گرفته بود، یک اتفاق یک چیزی براش واجبه. واجب است بر سر آن یک حرف فا به نام فاء جزاء شرط یا فاء جواب شرط یا فاء رابطه لجواب شرط، همه این اسپا رو میگن چی؟ بیاید. بحث بیت جدیدی که ابن مالک بهش ورود میکنه دقیقا همین مسئله است. میگه وقرون به فا، همراه کن به وسیله فا، حتما یعنی به طور حتمی به طور وجوبی، جوابن اون جوابی رو که لوجو الشرطن لئن، اون جواب اگه قرار بگیره به عنوان شرطی برای ان یعنی در این جایگاه قرار بگیره، او غیرها لم ینجل، یا شرطی غیر از ان بشه در واقع نتونه قرار بگیره، لم ینجل اون جایگاه جایگاه درستی نباشه. چی شد؟ اگه تو بخوای بیای و بذاریش در جایگاه شرط، اون رو پس بزنه. یعنی در واقع منظورش اینه که جوابی که نتونه در جایگاه شرط قرار بگیره، یه مقدار پیچیده فقط این رو گفت. خب حالا بریم توضیحات ابن عقیل رو بخونیم. میگه چی؟ میگه ای این بیت یعنی اذا کان الجواب لا یصلح ان یکون شرطن، اگه جواب شرط ما صلاحیت نداشته باشه که در جایگاه جمله شرط قرار بگیره، وجب اقترانه بالفاء، واجب است همراه شدن اون جمله جواب شرط با چی؟ با فا. پس این همراه شدن هم واجبه، ما همینجا به شما تذکر دادیم. خب چه مثال هایی اینجا میتونی بزنی؟ مثال هایی که من میتونم اینجا ذکر کنم اینه. اولی جمله اسمیه است، یعنی دقیقا مخالف فعلیه. بذارید تیتروار براتون بنویسم چون مهمه هر کدومش. تخته رو پاک میکنیم که تیتروار بنویسیم. این رو حتما دوستان یادداشت کردن انشاءالله. میریم به سراغ چی؟ میریم به سراغ مواضع وجوبی آمدن فا بر سر جمله جواب شرط. مورد اولی که کتاب شما مثال میزنه میگه جمله اسمیه. اگه جواب شرطت جمله اسمیه ای بود، شما باید چیکار کنی؟ باید بر سر اون فا بیاری. میگه انجا ازیدون فهو محسن، اگه زید بیاد پس او نیکوکاره. الان جمله جواب ما چیه؟ جمله جواب ما هو محسنه، متشکل از هو به عنوان مبتدا و محسن به عنوان خبر. اومدن این فا واجبه. چرا؟ چون جواب یک جمله اسمیه است. آیا مثال قرآنی هم داره؟ بله این مثال رو میزنم. مثال قرآنی آیه شریفه میفرماید ما انفقتم من نفقتن
او نظرتم من نظرن فان الله يعلمه. یه هر چیو که انفاق میکنی یا هر نظری که میکنی پس قطعا خدا اون رو میدونه. اینجا ان الله يعلمه جمله جواب شرطه. در نتیجه از اونجایی که جمله جواب شرط ما اسمیه است بر سرش فا اومده، این فا واجب. این شد مثال جمله اسمیه. مورد بعدی چیه؟ مورد دوم چیه؟ میگه کفعل الامر. کاش میگفت جمله طلبی به طور کامل. حالا تو این جمله طلبی مانند امر، این بهتره بگیم جمله طلبیه. حالا جمله طلبیه مثل چی؟ مثل امر. مثال چی زده؟ میگه ان جا ازیدون فضربه، ان جا زیدون، اگه زید اومد فضربه، پس او رو بزن. اضرب فعل امره، اومدن این فا بر سرش واجبه. مورد سومی که برای ما میگه چیه؟ میگه ببین از جمله جاهایی که شما باید فا بیاری اون زمانیه که یک جمله فعلیه داشته باشی که اون جمله فعلیت منفیه به واسطه ما نافیه باشه و پس از اینکه منفیه به واسطه ما نافیه بود شما مجبوری بر سرش فا بیاری. خب پس بنویسم جمله فعلیه‌ای که منفیه با ما یا لنه. اگه هر کدوم از اینها بود باز دوباره با فا بیاری. میگه انجا از ایفون، اگه مهمونی پیش من بیاد، فما اتردهو، تردش نمی کنم چون ما اومده فا هم اومده. یا میگم فلن اتردهو، باز دوباره چون لن اومده این فا هم آمدنش واجبه. این شد سه مورد: جمله اسمیه، جمله طلبیه، جمله فعلیه منفیه با ما و لن. کاش ادامه میداد و موارد بیشتری رو میگفت، چون موضع ها بیش از این چند موردن. اگه اجازه بدین من از روی کتاب مبادی باقی موارد رو هم خدمت عزیزان عرض کنم تا انشالله این مبحث کامل بشه. ببینید کتاب مبادی العربیه 4 نوشته رشید شرطونی در نکته 13 خودش در جلد 4 این موارد رو میگه، 5 موضع رو میگه که آمدن فا واجب است. میگه تدخل الفا علی جواب شرط وجوبا اذا امتنع جعله شرطا و ذلک فی 5 مواضع. اولی همون جمله اسمیه رو میگه که ما به شما گفتیم. مورد بعدی که میگه که کتاب بهش اشاره نکرده اینه، میگه اذا کان مقرونن به قد او به سین او به سوفه. میگه شما اگر مورد چهارم این بر اجازه بدین بنویسیم. میگه اگر واجهی داشتی یا فعلی داشتی که همراه با قد، سین یا سوفه بود، مورد چهارم اگر فعل جواب شرط همراه با قد
سین یا سوفه باشد. خب یه مثال قرآنی از قد بزنم. میگه ان لا تنصروهو، اگه شما مردم پیامبر رو یاری نکنید، فقد نصره الله، خدا او رو یاری کرده، نیازی به یاری شما نیست. شاید مثال رو این قد نصره الله، که چون که فعل نصره همراه با قده، آمدن فا واجبه. خب مثال سین صوفه هم همین جا میتونیم بگیم، مثلا ان تنصر الله، این البته آیه قرآنش اینه ان تنصر الله ینصرکم، اما فرض کن عبارت رو اینطوری کنم، ان تنصر الله فسینصرکم. یا صوفه بیارم، ان تنصر الله فصوفه ینصرکم، با اومدن این سین و صوفه اومدن این فا واجب میشه. اینم مورد چهارم، که البته دوستان حواسشون باشه به این مورد چهارم برمیگردیم، یه نکته پنهانی داره. فعلا مورد پنجمش رو هم عرض کنم. مورد پنجمی که کتاب موادی میگه و کتاب شما تا اینجا اشارهی بهش نکرده اینه، میگه اذا کان فعلا جامدن، اگر فعل جواب جامد باشه، جامدن توضیح دادیم چیه دیگه، همون بالا هست، مثل مثلا ان تدرس فنعمت دارس و انت، میگه اگه درس بخونی چه بچه درس خونی هستی. نعمه یک فعل جامده، برای همین بر سرش چی اومده؟ بر سرش فاء جواب اومده. حالا برگردم سر بحثی که میخواستم داشته باشم. دوستان با آمدن، خوب اینو دقت کن، با آمدن فاء جزا بر سر جواب شرط، این نکته رو اینجا می‌نویسم، با آمدن فاء جزا بر سر جواب شرط، اگر جواب شرط ما فعل مضارع باشد، دیگر آن فعل مضارع چی؟ مجزوم نمی شود. یا به طور کلی بگیم دیگر فعل جواب مجزوم نمیشه. یعنی ما همونطور که مشاهده میکنید الان میخونیم فسینصر رکم الله فسوف ینصر رکم، دیگه فعل رو مجزوم نمیکنیم. حالا این که چی میگیم، یه اشاره کوتاه میکنم، اینطور نامگذاری میکنیم، میگیم جمله جواب شرط محلا مجزومه، دیگه یعنی اون مجزوم بودنه به فعله نمیخوره. این فاعل مثل یک دیواره که نمیگذارد این ان عملش رو رد کنه و به فعل جواب شرط برسونه. اینم نکته مهمیه، باید حواستون باشه که اشتباه نگیرید، فاعل جواب که اومد بعدش فعل مضارع رو دیگه مجزوم نمیکنی، بلکه اون رو به شکل مرفوع میاری. این هم نکته حائز توجهیه. خب پس ما اومدیم با استفاده از کتاب مبادی نکته ابن عقیل رو کامل کردیم. بعد چی میگه؟ میگه فَإِنْ كَانَ الْجَوَابُ يَسْلُهُ أَنْ يَكُونَ شَرْطًا. میگه ببین حالا اگر جواب، یعنی جواب شرط ما، صلاحیت در جایگاه شرط واقع شدن رو داشت، مثل چی؟
کلمزار الذی لیس منفیا بما ولا بلن، مانند اون مزارعی که منفی به ما و منفی به لم نیست، و همچنین مانند اون مزارعی که همراه با حروف تنفی است، نظیر سین و صوفه نیست. خب ای کاش اینو بالا هم میگفتی، اینجا گفته بالا نگفت. و همچنین همراه با قد نیست، مانند این فعل مزارع، یا همانند اون ماضی که متصرفه یعنی جامد نیست، چون اگه جامد بود که فا می اومد، یا اگر متصرفم هست همراه با قد نیست، چون اگر همراه با قد باشه هم باز دوباره چه اتفاقی میفته؟ باید فا بیاریم، مثل الا تنصروه و فقد نصره الله که فا آوردیم. میگه اگه اینا نبود، یعنی یه مزارع خلص داشتی بدون ما، بدون لن، بدون سین، بدون صوفه، بدون قد، یا یه دونه ماضی خلص داشتی که یعنی متصرفه و قدم بر سرش نیست، نتیجه چیه؟ لم یجب اقترانه بالفا، دیگه واجب نیست اون رو همراه با فا بیاری، واجب نیست بر سرش فا بیاری. مثل چی؟ مثل این عبارت: انجا ازیدون یجی و امرون، اگه زید بیاد امرم میاد، که فعل یجی او هیچ کدوم از اونهایی که گفتیم بر سرش نیست، در نتیجه فا هم نیاوردیم. یا انجا از ایدون قام امرون، اگه زید بیاد امر میسته، که بر سر قامه هم دیگه فا نیاوردیم. چرا فا نیاوردیم؟ به این خاطر که اون شروط رو نداشت، قد نداره و غیره رو نداره. حالا کتاب ابن عقیل نرفته بحث رو بازتر بکنه، نمیدونم آیا دلیلی داشته یا دلیلی نداشته، اینجا میتونه بحث های گشوده بشه که بسیار بسیار مهمه. من مشاهده میکنم که تا آخر این بحث هم میریم چنین مسئله گشوده نشده، پس خودم به ناچار بهش اشاراتی میکنم. ببینین، ما الان در رابطه با فاء جواب شرط فقط در رابطه با اون جایگاه هایی صحبت کردیم که آمدن فاء واجب است، اما دو مسئله باقی مونده. یکی، باید صحبت کنیم در رابطه با جایگاه هایی که آمدن فا واجب نیست و ممنوع است، این جایگاه اول. دومی، در رابطه با جایگاهی که آمدن فا واجب نیست اما جایزه، یعنی ممنوع هم نیست، نه واجبه نه ممنوعه، بلکه جایزه، میتونه بیاد میتونه نیاد. راجع به این دو موضع باید صحبت کنیم باهاتون. کتاب شما اشاره کرده به اون موازهی که واجب نیست فا بیاد، اما نگفته کدوم مورد اومدن فا جایزه، کدوم مورد اومدن فا ممنوعه. ما این رو بر پایه همین کتاب مبادی انشاءالله همین الان برای شما پروندش رو باز میکنیم. خب برم و نکته رو عرض کنم خدمت بزرگواران. تخت رو پاک میکنم. به سراغ در ابتدا مواضع جوازی آمدن فاء جواب یا جزا میریم. کتاب مبادی اینطور میگه، میگه تدخل الفاء على جواب شرط جزاء جوازا اذا کان مضارعا مثبتا، میگه زمانی که مضارع مثبت باشه، زمانی که مضارع مثبت، البته بدون سین و صوفه و قد باشد. مثل جمله معمولی میتونی فا در بیاری، بگی چی؟ بگی ان تدرس
ف تن جهو. یا فا رو نیاری بگی انتدرس تنجح. اومدن یا نیمدن فا هر جفتش صحیحه، اما باز دوباره توجه شما رو جلب میکنم که اگه فا رو آوردی حتما باید مرفوع کنیش. چرا؟ به خاطر وجود این فا. این نکته اول. پس چی شد؟ زمانی که مضارع مثبت داشتیم بدون سین، سوف و قد، اومدن فا جوازیه. همین تنها جایگاه رو براش گفته و همچنین برای ما تحلیل میکنه. میگه ببین تو این جایگاه در واقع ما باز دوباره جوابمون یک جمله اسمیه است. در اینجا جواب یک جمله اسمیه است. گویی این بوده ف انت تنجحو. برای همین که مشاهده می‌فرمایید در واقع کل انت تنجحو جواب شرط ماست و این مجزومه محلا. حالا خود تنجحو که به تنهایی اینجا اومده این چیه؟ میگیم خود این تنجحوی که به تنهایی اومده خبر انته به عنوان یک جمله، یعنی یک جمله خبر انته واقع شده. این از این. پس مواضع جوازی اومدن انم خدمت دوستان عرض شد. بریم سراغ مواضع امتناع آمدن فا جواب، یعنی مواضعی که آمدن فا ممنوعه. این رو هم کتاب مبادی پروندهش رو باز میکنه به ما میگه تو این جاها ممنوعه. یک، چند مورد رو برای ما ذکر میکنه؟ سه مورد رو برای ما ذکر میکنه. یک، زمانی که فعل جواب اینها باشه: ماضی متصرف ماضی متصرف بدون قد، یعنی هم ماضی باشه هم متصرفش هم بدون قد باشه، مثل ان درسته نجحته. طبق نظر مبادی اومدن فا در اینجا ممنوعه. اگه بگی فنجحته خطا کردی. این مورد اول. مورد دوم، اذا کان مضارعا منفیا بلم، زمانی که فعل جواب مضارع منفی با حرف لم باشه. مثل چی؟ مثل این ان تدرس لم تندم، میگه اگه درس بخونی پشیمون نخواهی شد. این لم تندم هم که اینجا گفته باز دوباره اومدن فا بر سرش خطایه، نمیتونی بگی فلم تندم. و موضع سوم، جایگاه سوم، زمانی که فعل جواب مضارع همراه با لم باشه، همراه با لا باشه، که اون لا مربوط به مطلق منفی کردن، نه مربوط به نفی آینده. یعنی بنا نیست آینده رو نفی کنه، کلن داره نفی انجام میده. این آیه شریفه رو ببین: ان تعدوا نعمت الله لا تحصوها، اگه نعمتهای الهی رو بشموری قابلیت احصایش وجود نداره، نمیتونی در واقع بشموریش. الان یه سوال دارم از شما، این لا تحصوها، لاه داره فقط راجع به آینده برای ما صحبت میکنه، اومده بگه در آینده این اتفاق نمیفته، نه مطلق نفیه. لذا اینجا هم آمدن فا خطاست، نمیتوانی بگویی فلا تحصوها. حال اگر یه دونه لا داشتیم،
یا یه فعل مضارعی داشتیم که ناظر به آینده بود، مثلا ناظر به قیامت بود، اونجا فا رو باید بیاری. این نکته هم پس به عنوان حاشیه عرض کنم. کجا عرض کنیم؟ همینجا میگم اگر لا ناظر به آینده بود فا می آید، مثل این آیه شریفه من یؤمن به ربه، هر کسی که به پروردگارش ایمان بیاره، فلا یخاف ظلمن، از ظلم در آخرت یا در آینده نخواهد ترسید. این ناظر به آینده است، برای همین فا اومده. اینم به عنوان نکته دیگه‌ای که اینجا باید بهش اشاره میشد و حائز توجه. متاسفانه مشاهده میکنیم هیچ کدوم از این موارد رو حداقل در اینجا ابن عقیل بحثش رو باز نکرده. بیت بعدی هم به عنوان آخرین بیت میخونیم که ناظر به چیه؟ ناظر به یک حرفه که جایگزین فاء جواب میشه اما کار اون رو انجام میده. میگه ببین شما این جایگاه ها رو دیدی دیگه که فاء جواب میومد، حالا در یک جایگاه به خصوصی به جای فاء جواب یک اذا میاد که بهش میگن اذای فجائیه، یعنی اذایی که معنای ناگهانی داره. بیت رو بخونم. و تخلف الفاء اذا المفاجئه، میگه جایگزین فاء میشه اذای مفاجئه، اذایی که معنای ناگهان داره. مانند این مثال، میگه این مثال رو ببین، که انتجد ازن لنا مکافه، نکته ای که وجود داره اینه که ما تو خود قرآن ازای فجائیه داریم و اصلا ازای فجائیه معروفه نه ازن فجائیه، اما این مثالی که اینجا اومده از ازن استفاده کرده. ما میتونیم این رو به این شکل بخونیم، انتجد اذا لنا مکافأه. اگر اجازه بدین من از رو متن بهجت المرضیه هم میخونم و نگاه میکنم که آیا بیت ابن مالک رو همینطور ضبط کرده یا نه، چون آنچه که معروف است اذای فجایی است نه اذن فجاییه، و خب این دو تا حدی با هم اذن و اذا متفاوت است. در همین بحثی که هستیم اگر من بخوام به همین بیت مراجعه کنم، الان خدمت دوستان عرض میکنم، بله این هم در اینجا هم همون اذن ثبت شده، علتش هم عرض نشده. حالا من این رو یک بررسی میکنم خدمت دوستان عرض کنم. این جالبه که اینها بین اذا و اذن فرقی نمیذارن. بیت رو معنا کنم، میگه ببین جایگزین فا میشه یه اذای فجائیه، مانند این مثال انتجد، اگر جود کنی بخشش کنی ناگهان یا در پس آن، لنا مکافأه، برا ما پاداشی خواهد بود. بذارید براتون شاید مثال قرآنی هم عرض کنم. ما در آیه شریفه‌ای داریم می‌فرماید ان تصبهم سیئتون به ما قدمت ایدیهم، اگر به ایشان برسد یک بدی که خودشون تازه پیش فرستادنش، خودشون اون کارو کردن و این بدیه به خاطر اون کاری که اونها کردن بهشون اصابت کرده، اذا هم یقنتون، اونها ناگهان ناامید میشن. این اذایی که اینجا اومده دقیقا همون اذای فجائیه است. معنای ناگهان داره
و جایگزین فاء جواب شد. از جمله خصوصیاتی که این اذا داره اینه که این اذا حرفه، برخلاف باقی اذاها مثل اذای ظرفیه شرطیه و اذاهای دیگه‌ای که وجود داره اسم نیست، این یک حرفه پس نقش هم نمیگیره. این یک. دوم این که این اذا حتما باید بعدش جمله اسمیه بیاد، پس بعد از این اذا حتما جمله اسمیه میاد. شرایط مختلفی داره اذای فجاییه، شاید تا 5 شرط رو مبادی براش میشموره. بریم ببینیم نظر ابن عقیل راجبش چیه. میگه ببین، ای اذا کان الجواب و جملتن اسمیتن، باز اینم تأکید میکنه، اگه جواب جمله اسمیه بود مثل همین لنا المکافعه یا هم یغنتون فرقی نمیکنه، جفتش اسمی است. لنا المکافعه خبر مقدم مبتدای مؤخر، هم یغنتون هم مبنتا یغنتون خبر، هم مبتدا یغنتون خبر، بله. گفته اگر جواب جمله اسمیه باشه وجب اقترانه بالفاء، واجبه که همراه با فاء بشه. خب اینو همه میدونیم. میگه حالا یجوز و جایزه اقامت و اذا الفجائیه مقام الفاء، قرار دادن اذای فجائیه به جای اون فائه. و منه قوله تعالی، میگه از همین بابه این سخن خدای متعال که فرمود ان تصبهم سیئتون به ما قدمت ایدیهم اذا هم یغنتون، اگه بدی کنن به سبب اگه بدی به اونها برسه به سبب آنچه که پیش فرستادن ناگهان ناامید میشن. میگه ببین، لم یقید المصنف الجمله بکونها اسمیتن، مصنف راجع به اینکه جمله بعد از اذای فجائیه باید اسمیه باشه قیدی نذاش. چرا؟ استغناءً به فهم ذالک من التمثیل، میگه به جهت اینکه خودشو بی نیاز میدید که مخاطب خودش میفهمه از مثالش. تو مثالی که زده گفته اذن لنا مکافعه و لنا مکافعه جمله اسمی است و اون گوینده یعنی آقای ابن مالک هم این توقع داره که مخاطب همین چیزی رو بفهمه. کدوم تمثیل؟ میگه و هو انتجد اذن لنا مکافعه، میگه منظور این مثاله، این تمثیله. میگه از این مثال مخاطب گویی خود پی میبره. بسیار عالی. در واقع انگار از این مثال خود مخاطب باید متوجه بشه که شرط اذای فجائیه اومدنش بر سر جمله اسمی است. بسیار عالی. این نکته هم به پایان رسید. ممنون از همراهی دوستان در این جلسه. انشاءالله از جلسه بعدی به سراغ بیت جدید، یعنی والفعل من بعد الجزاء یقترن بالفاء او الواو به تسلیس قمن، خواهیم رفت. و صلی الله علی محمد و آل محمد.